درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان عزیزم، امروز اومدم کوه و با یه صحنه خیلی زیبا روبرو شدم. گلای این درخت رو، این بوته رو میخوام خدمتون معرفی بکنم و بسیار بسیار نکات خیلی ریز و مهمی در این کلیپ وجود داره که امیدوارم به درد همه دوستان بخوره. ببینین دوستان، خیلی از افراد نسبت به اسم این گیاه مشکل دارن و فلسفه اسمش رو نمیدونن. بذارید من چند تا واژه رو بگم خدمتتون. مثلا شما خرخون به گوشتون خورده دیگه، یا مثلا خرپول، یا مثلا خرزور. ببینین این درخچه هم، این گیاه هم به عنوان خرزهره هستش، یا همون خرزهر هستش. انقدر زهر این قوی هستش، البته برای انسان و برای تمام حیوانات، که اومدن از واژه همون خر مثل خرپول و مثلا خرزور و خرزهره یا خرزهر استفاده کردن. اون پی آخرش هم که دیگه بنا به اون خود واژه خرزهره نامیده میشه. حالا نکته خیلی مهم، ببینید این گیاه در استانهای جنوبی، در خوزستان، در کرکیلوی بویرحمه، در اینجور جاها رشد میکنه و گیاهی هست که از زمان باستان، از زمان قدیم این گیاه بسیار خطرناک بوده که همچین اسمی رو روش گذاشتن. حالا من این کلیپ رو گرفتم خدمتون برای چی؟ ببینین الان در شهرهای استانهای جنوبی بیشتر شهرداری ها به خاطر زیبایی این گل میان این گل رو در بلوارها، در پارک ها میکارن برای زیبایی. ولی دوستان عزیز، ازتون خواهش میکنم هیچ وقت این گل رو به خاطر زیباییش نچینید ببرید خونه، اون رو توی پارچه آب بذاریم بگین یه هفته ده روز میخوام از زیبایی این لذت رو دارم. این یک زیبای فریبنده است. یعنی من کوهنورد، حتی به تمام کوهنوردان، دوستان عزیزی که توی بالاخره طبیعت از آب چشمه یا از آب رودخونه استفاده میکنن، در این فصل حتما دقت کنن که آبی رو که میخوام بگیرن قبلش مسیر رو چک بکنن، برن از سرچشمه بگیرن. اگر این گیاه، برگه های این گیاه توی آب بریزه، راکت بمونه و شما استفاده بکنید، باعث میشه که اختلالات تنفسی به وجود بیاره. این گیاه به جز این زیبایی هیچ چیز دیگه ای نداره. یعنی ما بختیاری ها، این رو بگم خدمتون که همیشه مثالی رو داریم، هیچ حیوانی شما پیدا نمی کنید در کوهستان، در طبیعت، که از برگ این، از گل این، حتی مثلا نگاه بکنید یه پشه هم روی این نمیاد بشینه. اینا نکات بسیار مهمی است که از زمان باستان می گفتن مثلا گل خرزهر خیلی بده، بدیوم هست اصطلاحاً، یا چوب بادام خیلی خوب هستش. یه نکته، اگر در مورد چوب بادام هم دوست داشتین، من میتونم یک کلیپ عالی براتون بگیرم و در مورد خوشیون بودنش، روغنش و اون چوبی که همیشه دست میگیرن توضیحات بدم خدمت. ولی در مورد این گل، حتی چوب اون رو هم خواهش میکنم ازتون دوستان کوهنورد، چوب اون رو به عنوان استفاده آتیش استفاده نکنید، چون دود اون اگر وارد ریه شما بشه بلا استثنا حتما باید یک دوره 3-4 ماهه قرص و داروهای تنفسی استفاده بکنید. خلاصه این زیبای فریبنده که خیلی ها اسمش رو به اشتباه یا اصلا فلسفه اسمش رو نمیدونستن، خرزهره یعنی چی، از همون خرزهر که زهر بسیار کشندهی مسمومیتی برای انسان داره وجود داره. اجازه بدید من از این گل از نمای نزدیک هم براتون این فیلم رو بگیرم، دقیق بهتون نشون بدم که گل این زیبای فریبنده چجوری هستش. ببینین بعضی هاشون گلای سفیدی رو دارن، بعضی هاشون گلای صورتی رو دارن. تقریبا 3 ماه به گل میشینه این گیاه و در بستر رودخونه ها و جاهای کوهستانی. بذارین من نمای این کوه هم که اومدم خدمتون بهتون نشون بدم. اینجا محل زندگی ما هستش در شهر قلعه تل، که تقریبا میتونم بگم نیم ساعت پیاده روی تا اینجا هست.
من در خدمتون هستم و منتظر کامنتاتون هستم. اگر در مورد داروهای گیاهی کلیپی خواستین حتما بگین، براتون حتما آماده میکنم. بدرود.